خب سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه. عشقتون آوردم اینجا که براتون نقل و انتقالات ایران رو آنالیز کنیم و رتبه بندی کنیم از افتضاح به عالی، همینطور که الان دارید توی تصویر میبینید. خب بریم روشن. تیم اول شمس آذر قزوین. بذار بیارم برات ببینم کیا رو گرفته. من تقریبا هیچ کدومشون رو نمیشناسم. روشن شما چی؟ فرض امام علی رو میشناسم مشخصا. امام علی سعید کریمی مامان داداش تو میشناسم. آنچنان من شناختی از بازیکنایی که اومدن رفتن ندارم، ولی یه نکته که میشه دقت کرد خروجی‌های زیاده، شاید این خوب نباشه. دقیقا اینو خواستم بگم که مثلا پس پیش تو دست اول این همه امتیاز جمع کردن اومدن لیگ، حتما یه ساختار خوبی داشتن این امتیاز رو جمع کردن. خب شما شمس آذر به نظرت عالی بذاریم؟ خوب متوسط رو به پایینه دیگه. متوسط بذاریم شمس آذر رو میدهیم متوسط، چون گزینه های زیاد به افتضاح داریم. یکیشون هم که تیم محبوب شما. تیم بعدی ملوان آرمان. یه دونه محمد رضا خانزاده رو من شناسم، دیگه کسی دیگه میشناسم. اکبر منادی، ایمان رنجبری فکر کنم سال پیش مازکنه خوبی بود. خروجی هم که صادق بارانی رو میدونم خوب بود تو ملوان. شهیم خوب بودم. شهیم همون جوونه نبود که سال پیش دهنمون رو سرویس کرد. و ملوان به نظرم متوسط رو به بالاه. باز یه چیز خوبیه ملوان احساس میکنم، خانزاده با تجربه است، منادی گلر خوبیه، نور محمدی هم هست. حامد نور محمد درسته یا متوسط؟ نسبت به خودش خوبه دیگه، نسبت به تراز مالی که داره خوبه. باید اینم نظر بگی نساجی مازندران. نساجی توی نساجی به نظرم واقعا میتونیم تو خوب بزنیم باشه. فرشید اسماعیلی، فرشید مزاری، آزادی که خیلی من واقعا قبولش دادم. قائد رحمتی هم آلومینیوم بود. آره آلومینیوم اونم بازیکن خیلی خوبی. خروجی هم که به نظر من کل نساجی هم مینداختم بیرون، باز هیچ اصلا هیچکی باخت نمیداد چون تیمش خیلی پارسان مزخرف بود. ما به نظرم واقعا نساجی و حتی تو عالی، نه عالی زیاده که باشه، شاید نسبت به خودش عالی باشه، ولی خوبه به بالا خوب میذاریم دیگه. خوب میذاریم ولی واقعا خیلی از ملوان بهتر نقل انتقالات داشته. آره بعد... تیم بعدی آلومینیوم عراق. آلومینیوم عراق ببینیم به نظرم ضعیف بود. حالا من چیزی که ذهنیتی دارم هیچ کدوم، فقط محسن سبزیزی رو میشناسم. اونم خیلی احمد گوهری هم هست که اونم باز اینا چیزو دادن، بهترین گلر لیگو دادن. احمد گوهری رو دادین، تراکتور زاپاتا، قائد رحمتی رو داد زاپاتا، کلا افتضاح می‌ذاریم دیگه. آلومینیوم ما خیلی به نظرم سوخت داد تو این برنامه، کلا بازیکناشو فروخت، هیچ کم نگرفت، مربیش هم رفت. تیم بعدی عشق شما آقای روشن. نگفته افتضاح. خب حالا ببینیم چیا رو گرفته. آرمین سهرابیان و ورزگر و ایمان سلیمی و خالد آبادی و مهداد محمدی کسان که قطعی شدن به سال. جدایی ها آرمان رمضانی، رافا سیلوا، محب قائدی، شهبازاده هم یه تقریبا میشه گفت قطعیه، عارف غلامی هم همچنین، مهدی قائدی، مهدی محبی و رافا سیلوا خیلی تاثیرگذار بودن، بقیه بهتر بود که کلا برن. ورودی ها مثلا بگیم مثلا مهداد محمدی با یکی از محبی، با محبی مثلا حداقل برابری میکنه. ایمان سلیمی هم سلیمی هم خوبن به جای همون رافائل سیلوا و مثلا عارف غلامی و اینا. مثلا میشه گفت رافائل سیلوا که ایشون بهش نمیرسه، مطمئنم به سیلوا نمیرسه. خداتون رو بشو کنید با این وضعیت هم دارم دارید افتضاح دیگه وضعیت. اما خب اگه دو سه تا بازیکن خوب بیارم وضعیت اوکی میشه. حالا ما یه ویدیو داریم میگیریم، وقتی که تموم شد و لیگ هم شروع شد بازم شاید یه جدول لیگ میذاریم دیگه. نه پیش بینی هر که میدیم اون جداه، ولی واسه نقل انتقالات هم اگه خیلی تغییرات زیادی ایجاد شد که مثلا گفتیم آقا الان دیگه نمیشه مثلا افتضاح دونست، موقع شاید یه ویدیو جدید گرفتیم واسه. خب تیم بعدی استقلال خوزستان. زیاد بازیکن گرفته ولی خروجی خیلی. علی وزیری پناهشون سال پیش آقای گل دیدی اینو گذاشته بودم تو نیستا. آره پناه آقای گل شده بود، بعد رفت تو تیم رسیر یک دیگه. نسبت به خودش خوب بوده اینم به نظر من. آره خوب بذار، چون نسبت به بذارتی که داره باید بسنجیم دیگه. بله بیم سراغ گل گوهر. گل گوهر هم بازی کنه. امین شهیم رو گرفتی هم گفتیم سال پیش نمودن ما رو. اخباری رو گرفت بجای پروزان. سامان فلا هم آورد که دفاع خوبیه، بازیکن خوبه، زیادی از دست داده ولی بازیکن خوبی هم گرفته. بعضی متوسط میتونیم بدیم بشه گیر به گیر کرده کاملا. آره گیر به گیر یه کم پایین تر از گیر به گیره، همون متوسط نظرم بهترینه برایش. اون به ذات بالایی هم داره، پول دار انوال تیم پر هوادار. بعد بالا ببریم هوادار رو ببینیم کشیاری گرفته. فریدای خوبی بودن در این
خروجی ها رو چی؟ بازیکن خاصی از دست ندادم بدم. بازیکن خاصی ها رو به نظر از دست ندادم. عالی نیست. عالی نیست. نه متوسط میتونیم بدم. متوسط بدم. بهترین هم متوسط. فولاد خوزستان. فولاد پارسال یادته چقدر رشه به تنهایی انداخته بود کیارا اولو. محمد عباس داده فوق‌العاده است واقعا. یعنی اگه فولاد زنده بمونه به خاطر محمد عباس داده است که زنده میمونه. احسان پهلوان از دست داده، بوهمدان، آوایی، تورس، آقاسی. همه رو از دست داده. همه رو از دست داده که همه افتضاح وضعیتش. ولی من تنها امیدی که به فولادیا میتونم بدم محمد عباس‌زاده است فقط که میتونه جوره خیلی رو بکشه. و داچاری افتضاح بزنیم یا متوسط بشن؟ افتضاح بزنیم. همه رو از دست داده. آخه دو سه تا بازی مثلا میشان پس پیش دیده بود. نه اون افتضاح بزن. خب نفت آبادان در آخرین لحظات گواردیولا ایران نگهشون داشت. اینا هم هیچ بازیکن نامی نگرفتن. نه اینو میتونیم متوسط بذاریم ما، چون من خیلی شناختی از بازیکنشون اومدن ندارم. نمیتونیم بگیم بد بودن. آخه میدونی من میخوام اینو افتضاح بذارم. میدونی چرا؟ چرا؟ چون اینا در سانه سقوط بودن به زور موندن. عوض این که تقویت بشن یا همون موندن یا یکم ضعیف‌تر شدن. بنابراین امسال با این وضعیت به نظر میافتن. آخه بذات هم باید ببینید نفت آبادان. خب میگم بذات اینه که میافتن دیگه. با همون تیم پارسال نمیتونی تو لیگ رتبه بهتری بیاری. چی عادی مثل رفسنجان. روشن بیا ببینیم چیکار کردن. مثل رفسنجانم خداوندلوی خرید خیلی خوب بود براشون به نظر من. میتونیم مثلا متوسط بذاریم. خروجی ها و ورودی ها تقریبا توی پیکان شبیه. هنوز صفحه هواداری داره پیکان؟ نمیدونم. یه زمان روشن جدی دنبالشون میگه. پیکان رو هم متوسط میذاریم دیگه. اینا همیشه میان دوازده میشن. پس بگم اون موقع هم گفتم همیشه میگیره. اینا متوسط میذاریم که همیشه متوسط هم با همین بذاتشون همیشه همین. سپاهان اصفهان. سپاهان و ورودی. احسان پهلوان خوبه، رضا سعدی خوبه، رضا شکاری خوبه، ایثار کثیر خوب نیست، خوبه، کامل رضایی خوبه، ورودی های خوبی داشته، ولی مشکلی که داره همه مهاجم بود. حالا خروجی ها آلویز کامسو با کسیر بوده. خلاصه بخوایم بگیم همه لردن انداخته بیرون بجز ریگی و یاسین سلمانی. ریگی هم به نظرم خودش نمیخواست نگه داره. یاسین سلمانی و خودش میخواد نگه داره. نمیدونم خود نه یاسین سلمانی. اتفاقا من میدونم که یاسین سلمانی نمیخواد خودش نگه داره. یعنی نه هیچ کسی که تو سپاهان نمونده یعنی سپاهان نمیخوادش. آره سپاهان بزنیم خوب انصافا خوبه. مورای خوبی گرفتن، بازیکن خیلی تاثیرگذار هم دست ندادن. شاید حتی میشه عالی گذاشت. خوب رو به بالا سالم مالی بذاریم یا خوب بذار. خوب بذار. تراکتور. از همه الان میگم عالی. خیمنز خیلی خوب نیست. امیرحسین حسینزاده خیلی خوبه. حسین پورامیدی خیلی خوبه. سعید آقایی متوسطه. نعمتی متوسطه. نعمتی خیلی خوبه. بابا کجا خوبه شد روشن. چطور نگو. یه سال دو سال هم تا قطر فقط ریدمان کرده اون. عارف آقاسی خیلی خوبه. عارف رستمی خوبه. محمد نادری خیلی خوبه. مهدی حسینی بازم خیلی خوبه. مهدی شیری خیلی خوبه. نه متوسطه بابا سی خیلی خوبه. انقدر خیلی خوب گفتم. محمد نادری رو چه حسابی گفتی خیلی خوبه؟ خیلی خوبه. رو چه حسابی میگی خیلی خوبه؟ بعد بازی که تو استقلال دیدم تو همین استقلال رو ول کن سال پیش چیکاره. هر موقع من دیدم عالی بوده. ببین اینا بازیکنای بزرگین اصلا لیگ ایران براشون انگار پایین‌تره. میان میتره کنم بابا. من نظرم رو خوبه. حالا بذار عالی. من میگم خوب، روشن میگه عالی. شما اینو داشته باشی. تیم از زباهن کبیر. اینا میخوام جزء خوبی عالی بذارم. حالا ببین. زباهنو؟ آره. تو چه حسابی؟ به حساب اینکه مربی شبیه. آها. به نظرم خریداش خوبه. خوبه، خریداش خوبه به نظر. این طرف ببینید خروجی زبان پس پیش کیداش که خروجی بدم داشته باشه. خوب بذاریم زبان. عالی که نه. به احترام آقام ربیعی که من پرسپولیس رو میخوام خوب بذارم. حالا بریم آخره چون واقعا خیلی خواستی هم نشه که صرفا همون تیم شد. برو ببینیم یه مرور کنیم. شهاب زاهدی رو گرفتیم، کنانی، ریگی، محمد مهدی احمدی. خروجی ها اینور یه دونه ایسا رو میخواست که رفت. بقیه شون مشخصا پرسپولیس علاقه نشون کرده. پرسپولیس خوب نبود تو استقلال. پرسپولیس هم هر موقع دیدم به بنده خدا داشت کار در می آورد، اصلا بازیش نمیداد. اصلا کلا 4 تا بازی کرد دیگه هیچ کار در نمی آورد. خب آخه همون تیمشو افت کرده، اشکالی دیگه نکرده. آره
البته میتونیم رو در نظر بگیم و عالی بدیم و همه تیم قهرمان اسکلر رو حفظ کرده، چهار تا مهره خوب به تزینا آورده. به تزینا چی آورده؟ کنانی که به همون درصد همون دفاع هست. کنانی از فرجی و احمدی بهتر نیست؟ نه منظور تو ترکیب فیکسش قرار نیست اتفاقات بیفته که از پورعلی گنجی اون یکی آقا نیمکت رو قوی کرده، الان ولتنی باشه میبینید دفاع خوب اون وسط هست دیگه، فرجی و چلاق رو نمیندازه اون. شما فکر کن شهبازی الان چند تا گل میزنه؟ خب همون عبدی و اون یکی دیاباتو اینا میزدن دیگه. کنانی زادگان هم همینطور داره قرار چیکار بکنه؟ هدی که واسه من یه هندونه در بسته است فعلا، نمیدونم چیکار بکنم. بذار خوب یه روی آقای روشن زمین نندازی، تیمش هم امسال خوب نبوده، نمک بر زخم هست نپاچه. نه واقعا من پرسپولیس رو صرفا به خاطر اینکه بیرانوند رو حفظ کرد چیز کردم، وگرنه کار خاصی نکردن. خب بچه ها اینم بود از رتبه بندی ما به نقل و انتقالات تیمای لیگ برترم. یه دونه احتمالا برای اروپا بریم، ولی اونو دیرتر بریم چون تو اروپا خیلی محتمل روزای آخر یا یه بمبی بتره یا مثلا امباپه به رئال و این چیزا هست. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگولم بفشارید، یه قلبم برای روشن بذارید. بیچاره همش منو چیزی دیگه ببین مثلا ملت داف میدارن رو ویدیو ویو میگیره، من تو رو میارم ویو بگیری باشن، تو حکم داف رو داری. اگه این ویدیو 20 تا لایک بگیره ویدیو آموزش آشپزی با روشن عکس لختی روشن رو بچه ها فعلا خدا هست.